در کشور قطر در مسابقه دوحه ماسترز 2021 بهترین های جودوی جهان از جمله سه ورزشگری تاجیک وارد میدان رقابت شدند که از میان جوداکاران کشورمان تیمور رحیموف با شکست دادن سه ورزشگری معروف جهان میان سنگین وزنها برای کسب مدال برنجی وارد میدان رقابت شد. او صاحب مدال نشده باشد هم در پنجگانه بهترین شامل گردید و در آستانه بازی های المپی با 648 امتیاز المپی بسیار مهم به وطن برگشت. این هم در حال است که اگر دوحه ماسترز چمپیونت جهان هم نباشد، نیروسنجی ها در سطح و حد چمپیونت جهان قرار داشتند. چون او در سطح جهان تاجیکستان را ارزنده نمایندگی کرده بود، در فرودگاه شهر دوشنبه هم از او استقبال ارزنده صورت گرفت. مسئولان و مخلصان ورزش او را با گلدسته ها پیشواز گرفته ابراز داشتند. در مسابقه های ماسترز در میان سنگین وزن ها تا کنون چون این نتیجه را کسی به دست نآورده است. تیمور به مدال اما با امتیازهای مهم به وطن برگشت که برای دریافت راه خط المپی به توکیو بسیار کمک میکند. چنانی که خودش ابراز داشت، به این مسابقه آمادگی خوب دیده بود و آرزویش هم کسب افتخار برای کشورش در بازی های المپی است. پیش از همه مینداری خود را به حکومت جمهوری تاجیکستان، اساسگذار صلح و وحدت، پیشوای ملت محترم امام علی رحمان میرسانم. بعدن تشکر خود را به کمیته ملی المپیک، کمیته کار با جوانان و ورزش، فدراسیای جودوی جمهوری ماست. با تشبس و دستگیری آنها پیش از سفربر شدنمون در مسابقه ماسترز دوخا ما مشقای دست جمعونه خود را در کلوب ورزشی پرویز صابیروف برگزار نمودیم. این یک بمون نیرو داد. ما در یک جایگی مشق نمودیم و در مسابقه ماسترز دوخا اشتراک کردیم و من نتوانستم سزاوار مدال شوم، اما دلشکسته نیستم. هدف مقصد دیمان این است که پرچم جمهوری تاجیکستان را در عرصه بازی های المپی جهانی بلند بردارم. شعار ما ورزشگران یک است: تاجیکستان و پیش. تیمور از مسابقه ماسترز با امتیازهای طلایی و المپی بازگشت و امیدواریم در صورت دریافت راه خط با آمادگی باز هم بهتر از توکیو با مدال المپی بازگردد.